وزارت امور خارجه آمریکا در واکنش به اجباری شدن هجاب و الزام زنان به استفاده از برقع روبنده در افغانستان گفته است که اگر طالبان هیچ نشانه ای از لغو محدودیت های اعلام شده نشان ندهند اقداماتی را برای افزایش فشار بر طالبان روی دست خواهند گرفت تا برخی از تصمیمات اخیر خود را در مورد محدود کردن حقوق زنان و دختران لغو کنند نیت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه 19 اردیبهشت این مطلب را در واکنش به اعمال حجاب اجباری و الزام زنان به استفاده از روبنده از سوی طالبان مطرح کرده است گفته می شود که یکی از اهرم های کلیدی فشار واشنگتن بر طالبان 7 میلیارد دلار از, دار... از دارایی های مسدود شده بانک مرکزی افغانستان در آمریکاست که دولت بایدن قرار است نیمی از آن را برای کمک به مردم افغانستان آزاد کند علاوه بر نگاه تب... علاوه بر نگاه تبعیض آمیز تضییع حقوق بانوان و, بان و سلب کرامت انسانی ایشان توسط طالبان مطلب نگران کننده مطلب نگران کننده دیگر این است که اجبار زنان توسط طالبان که در ملع عام از برقه روبنده استفاده کنند به نام دین اسلام مطرح می شود این در حالی است که خداوند از وجل در قرآن کریم می فرماید لا اکراه فی الدین در دین هیچ اجباری نیست بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظما صادق حسینی شیرازی دام از زلوه نیز در این زمینه میفرمایند اکراه و اجبار در اسلوب خدای عز و و پیامبران الهی وجود ندارد اما در مقابل ظلم و جور و اجبار در سیره حاکمانی بود که در مقابل انبیا و اولیا قرار گرفتند فرهنگ و فضای اهل بیت علیهم باید به جهان شناسانده شود آنان هیچ کس را مجبور به کاری نکردند اسلام دروغین از کفر بدتر و خطرناکتر است که روشنگری در این خصوص وظیفه همگان است